هادر جهان نباشه زندگانی شد خراب و فتنه و افسوس کس رها از فتنه های زمان نباشه شب تیر صبحا فتنه در در داره به سحرگه دنیا نقش دیگر داره کسی از فردا خبر نداره به درنگی ها خبر نداره شبت پریشان نرسد هرگزی قصه ها به پایان چو بگویم حدیث یارم دلم از غم شبت پریشان نرسد هرگزی قصه ها به پایان زندگانی شد سراف و فتنه و افسون کس رها از فتنه های زمان نباشه شب خیلی خسته شدم. عوضش مشتریا خستگی روزانشون با رقص تو در میده. جمیله میدونی هر شب بعد از رقص تو 20% سفارش مشروب بالا میره. پس من برای تو فقط به اندازه 20% مشروبی که میفروشی ارزش داره؟ نه عزیزم، یه خورده بیشتر. سلام رئیس. ببینم کلک شکندی؟ بله رئیس، دیگه خیالتون راحت باشه. به سلامتی کارکار رو دادی که جنازش اسباب درد سر نشه؟ کاری کردم که اصلا جنازش رو پیدا نکنم. بیچاره لیلی، حیف شد. تفضل. ماذا؟ مختارة. ماذا؟ مختارة. ماذا؟ ليلى جان. ماذا؟ خواهرم لیلی کجاست؟ چی شده مادر؟ لیلی کجاست؟ تو برای لیلی خواهرت دلت تنگ شده. بله مادر جون، نامه های آخریش خیلی کوتاه و ناراحت کننده بود. حالا هم چند وقته که ازش هیچ خبری ندارم. ناراحتی بیفایده است، برای این مرده. مرده؟ 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 چرا؟ کی؟ نمیدونم، شایدم هنوز نفسش بیرون بیاد، اما من مدت هاست اونو دیگه یک آدم زنده نمیدونم. آخه چی شده مادر؟ به من بگو، همه چیزو به من بگو. فایده‌اش چیه؟ دیگه دیر شده. از همون موقعی که استخون ترکوند هوایی شد. اولش چند تا دوست ناباب گرفت، بعد عداوت‌پره دیگه شروع شد. خودنمایی، سر به هوایی، بلند پروازی. هنوز قوره نشده میخواست مریض بشه. یه روز هوس آرتیستی به سرش میزد، یه روز میخواست مانیکن بشه، یه روز خواننده، یه روز رقاص. هر وقت میخواستم نصیحتش کنم به من پرخاش میکرد، میگفت تو دیگه پیر شدی، دنیای ما یه دنیای دیگه است. من نمیخوام مثل یک کر متولد بشم، یه مدتی لول بزنم بعدم بمیرم. میخوام برای خودم یک کسی بشم. دیدم آخرش چی شد. دیدم چی شد. حالا چی شده مادر؟ چی شده؟ یه معتاد بدبخت از دنیا برگشته، یه مرتینی. الان 2 ماه میشه که به خونه نیامده. مادر، من شاید بتونم نجاتش بدم. فایده ای نداره، اون دیگه غرق شده. دوستاش کیا بودن مادر؟ بیشتر کجاها میرفت؟ یه معتاد با کی میتونه دوست باشه؟ دیر اومدی؟ باید مقاومت میکردی. لیلی، تو باید استقامت نشون بدی تا بتونی ترک کنی. چرا منو زندونی کردی؟ چرا زجرم میدی؟ برای اینکه دوست دارم. همین که دوست داشتم. چنگیز منو مأمور کرده بود که تو رو بکشم. چرا اینقدر بیرحمی؟ این همه براش کار کردم، این همه بهش استفاده رسوندم و حالا معتقده که دیگه به دردش نمیخوری. میترسه براش درد سر درست بکنی. برای همین دستور داد که تو رو بکشم. اگه بفهمه من تو رو نکشتم، هر 2 نفر ما رو از بین میبره. دیگه مردن یا موندن من چه تفاوتی داره؟ نه، من نمیذارم تو ببینی. اگه چند روزی استقامت نشون بدی که بتونم یه مقدار پول جمع جور کنم، از اینجا با هم میریم. تو رو معالجه میکنم و با هم توی یه گوشه دنج و خلوت زندگی خوش بکنم. فقط اینه که به من جنس برسونی و نذاری زجر بکشم. تو باید به من قول بدی که از اینجا بیرون نیای. پس اقلا منو تنها نذار. تو فقط چند روز طاقت بیار. من باید برم به یک کلکی به ترک کردین. مواظب باشین دوباره گرفتار نشین. Elleri hanım. لقب باش باش اینجا آمدید چیکار؟ قربان آب پرتقال آوردم. من آب پرتقال خواسته بودم. برای لیلی خانم آوردم. چی؟ مگه دیوونه شدی؟ لیلی خانم کدوم حیوانیه؟ والا چه عرض کنم قربان، تو سالن سر میز نشسته بودم، سفارش آب پرتقال دادم. وقتی آب پرتقال آوردم غیبشون زده بود. فکر کردم شاید اومدن خدمت شما. برو گم شو، انقدر پرت و پلا نگو. چشم قربان، پس برم ببینم کجا رفتن. باشه ببینم. بله قربان. گفتی لیلی رو دیدی؟ بله قربان. توی سالن بود؟ بله قربان. چه موقع؟ همین الان. پس کجا رفت؟ چه عرض کنم قربان؟ اشتباه نمی‌کنی؟ نه قربان، خیلی هم ترگل و ورگل شده بودن. مطمئن هستی؟ بله قربان، با دوتا چشمای خودم دیدمشون. مگه عوضی دیده باشی جفت چشماتو از کاسه در میارم. خودم دیدمشون. برو گم شو. چشم قربان. قربان تویی؟ بله قربان. امشب لیلی به کاباره اومد؟ بله قربان. تو اونو دیدی؟ بله قربان. از کاباره خارج نشده؟ خیر قربان. خوب گوش کن ببین چی میگم. بدون اجازه شخص من لیلی حق نداره از کاباره خارج بشه. اطاعت قربان. حواستو جمع کن، خیلی مواظب باش. لیلی جون خواهش میکنم از اینجا برو. یه طوری هم برو که چنگیز تو رو نبینه. من ترسی از چنگیز ندارم. یه دمدگی نکن. جون خودتو نجات بده لیلی جون، من دوست تو هستم، نمیخوام تو بمیری. اگه راست میگی و منو دوست داری به من کمک کن. تو از اینجا برو، نذار چنگیز دستش به تو برسه. هر کمکی بخوای من میکنم. برو لیلی جون، تا هنوز دیر نشده برو. تو چنگیز نفهمیده تو زنده هستی. برو، منم الان برنامه دارم. خیلی تو میامدم. مواظب به خودت. متشکرم. خداحافظ. خداحافظ. شب بخیر لیلی خانم. خودت درست حسابی خوشگل کردی. حالا دیگه میای کاباره و یه سری هم به ما نمیزنی. راستش من نمیدونستم شما رو کجا باید پیدا کنم. از چنگیز خودت دلخور هستی؟ از چنگیز خودم؟ نه، چرا دلخور باشم؟ خیلی هم دلم میخواست ببینمت. پس چرا نیومدی اتاق من؟ والا راستش میخواستم بیام، اما فکر کردم شاید خوش نداشته باشی ما رو ببینی. کی؟ جم. راست میگی؟ آره جونم، الانم اینقدر از دیدنت خوشحال هستم که میخوام شما با هم بخوریم. خب پس چرا معطلی؟ بگو شامو بیارن دیگه. میخوام مثل اون وقت دو نفری بریم لک لک شام بخوریم و گپ بزنیم. موافق هستی؟ اوه چه جون. و فوراً ماشینو بر میگردم. اطاعت قربان. پس تو چی عزیزم؟ من یه کار کوچیکی اینجا دارم عزیزم، تا شما سفارش بدی خودمو میرسونم. برو جون. خیلی خوب، دیر نگیر یا. یکوپن جانمی. چه خبره؟ چه مرگته؟ میگن که از جلا خوش شانسن. یه جفتش برو بهمون کن. جانم جان، نگاه کن. اینجا چه خبره؟ ببخش قربان. لیلی رو کشتی؟ کشتیشان؟ جنازش هم سر به نیست کردی. خودتون گفتید. منم کار. بله، من دستور دادم. اما تو چطور جرأت کردی دستور منو اجرا نکنی؟ چرا اونو نکشتی؟ چرا به من دروغ گفتی؟ چرا؟ بلش کنید. کی گفته که من لیلی رو نکشتم؟ بزنش. من میگم خودم اونو دیدم. چطور جرأت کردی به من دروغ بگی؟ میکشمت الان. رئیس منو ببخش، معذرت میخوام. بلم شو احمق، من دوستش داشتم، عاشقشم. تو هنوز اینو نفهمیدی که یه حرفه‌ای نباید عاشق بشه؟ نباید دستورای رئیسش سرپیچی کنه؟ بیشور. عاشقش شدم، دست خودم که نبود. مگه نه اینکه شما میترسین مبادا لیلی کار دستتون بده؟ مگه نه اینکه دیگه به درد شما نمیخوره؟ من اونو از اونجا میبرم جایی که دیگه اصلا اسمش هم نشنفی. برو بکشش. همین امشب باید کارش تموم بکنی، همین الان. آخه من نمیدونم الان کجاست. ولی من میدونم، اگه تا صبح کارش تموم نکنی روشنایی خورشید دیگه نمیبینی. ولی رئیس بسته دیگه، حرف نزن. میری رستوران لک لک، اونجا منتظره که با من شام بخوره. باید شام آخرش باشه فامیلی. یالا برو گورتو گم کن. الو بلا قربان. اینجاست. بله قربان. خیر قربان. اطاعت. حتما. مطمئن باشید. نشسته منتظرته. لیلی، این چه کاری بود که کردی؟ کدوم کار آقا؟ گوش کن لیلی، چرا اومدی اینجا؟ اومدم با ارباب چنگیز شام بخورم. من که گفته بودم چنگیز رو میکشه. من به این مفتیان نمیمیرم. تو نباید از اونجا میومدی. از کجا؟ چی داری میگی؟ من که هیچی نمیفهمم. تو مست کردی. خب مگه بعده؟ لیلی، تو با صورت قتل تو رو داد. به جای اینکه تو رو بکشم نمیبردم تو اون آسیاب قایمت کنم. تو خیلی پسر خوبی هستی، مثل اونای دیگه نیستی، یه تیکه آقایی. من عاشق تو هستم. یه خورده حواستو جمع کن، وضع ما خیلی خطرناک شده. چنگیز منو مأمور کرده تو رو بکشم. من دلم میخواد می بزنم، خنده کنم از نشم، وقتی که دارم بهش میامی بریزی از چشم. میدونی که من دوست دارم، از نگاه توام عاشق توام، عاشق اون چشم سیاه توام. در دل شب یار من داورم پیمانی شد، لب من میریزد امشب، خوشم از این عشق و مستی، درد از دل کوسه من، غم دنیا رنگ هستی. لب من میریزد امشب، خوشم از این عشق و مستی، برد از دل پوسته من، غم دنیا رنگ هستی. حالش جمع می‌کنم. آقاهی، تو بچه اینجا رو نگاه میکنی؟ بنوشید مدمازل. خب برو دیگه. چرا وایسادی؟ برو. بازم وایساده. ای ببین، به سلامتی تو که لیلی رو خیلی دوست داری. با آفتابی کردن خودت بعضو خیلی خطرناک کردی. باید هر طوری شده از این ملکه فرار کنی. من هنوز خیلی حرف دارم که باید به تو بزنم. خیلی چیزا هست که باید از تو بپرسم. اینطور که معلومه تو پسر خوبی هستی. گوش بده لیلی، اینجا هیچ جور امنیتی نداریم. باید با یه چرکی هر کدوم از یه طرفی فرار کنیم. من با تو کار دارم. اگه جون سالم امشب به در ببریم، فردا صبح میای پیش من. همون خونه همیشگی. نه، اونجا رو ممکن آدمای چنگی زیر نظر داشته باشن. خب پس کجا؟ یه آپارتمانم دارم که هیچ کس خبر نداره. خیابون شکوفه شماره 13. گفتی خیابون شکوفه شماره 13. خیابون شکوفه شماره 13. این گناه شد. این گناه شد. کار خودتو کردی؟ زیاد نخورده، معلوم نیست. زود ببر کارش یه سره کن. بی انصافا. ساکت. یه جوری ببرش که مشتری فکر کنن مست کرده. نه چی خودمون عیب و علتی پیدا نکردیم. ماشینه چشه؟ ماشینه نگاه دور و داغون شده. چه خبرته؟ من سر بردی همین تو دندقب یه کلمه تو جاده اصلی. معذرت میخوام آقا. ده همین ده ماشینه داغون کردی خودمونم نزد بود نفله کنی. من معذرت میخوام. باور کنین از بس عجله داشتم اینطور شد. بی خود عجله داشتی. حالا کارشناس که اومد میفهمی اینجا تلفن کجا. آقای راننده من باید هر چیز زودتر از اینجا برم. نمیتونم صبر کنم. بی خود میخوای بری باید صبر کنی تا کارشناس بیاد فتوا بده که من بی تقصیرم. حرف شما کاملا درسته. چرا مثل فردا دور خودت میچرخی؟ ماشین من بیمه است. فقط باید صبر کنی کارشناس هر چی خسارت شما باشه بهتون میده. خیلی خب وقتی اومد خسارتونه بده. کجایی؟ بفرمایید. هر چی پول میخواین بردارین. فقط اجازه بدین من فوراً برم. پولتو برا خما نکش، صبر تا کارشناس بیاد. من نمیتونم صبر کنم، باور کنین من نمیتونم صبر کنم. این پولا همش مال شما. پولاتو تو جیب بغلت، بیمه خسارت ما رو میده، صبر تا کارشناس بیاد. من که بهتون گفتم عجله دارم، نمیتونم صبر کنم، باید هرچی زودتر برم. چرا؟ گواهی نامه نداری ها؟ راستی هم بگو. چرا موضوعی نیست، پای جون یه نفر در میونه. این هاشش تو ماشین افتاده. پولا رو قبول کنین بذارین من برم. خواهش میکنم بگیرین. حالا که اینطوره برو. اما داشم هر وقت نشستی پشت رول سعی کن فکرت بهتر کار کنه. خیلی متشکرم. آره. اوه صاحب کم اینو کجا داری؟ بیا داش پولاتو بیجی. پولات مال خودت. ما اون قدم که تو خیارجری نالوتی نیستیم. الحمدلله ماشینم طوریش نشده. واسه ما هم خدا میرسونه. خودش هوای ما رو داره. نه الحمدلله سالمه. خدا را سر هزار مرتبه شد. آقای راننده ممکنه یه خواهش کنم یه دنده عقب بگیرین تا من بتونم برم؟ چش اینم یه دنده عقب دو آتیشه. خیلی ممنونم. قربون تو. چرا محل تصادف میخوای حرکت کنی؟ من این کافه تلفن کردم کارشناس بیا. زحمت زیادی کشیدی. تقصیر اون بود. آره خودم میدونم داشت، اما رضایت دادم. دست شما در نکنه. برو جونم، برو داغتو نبینه. این گوله کدوم باغه؟ آقا خواهش میکنم جون این دختر معصوم و بیگناه رو نجات بدین. میخوان اونو بکشم. زود از اینجا ببرینش. چه؟ اینی که من میبینم از همین الان نیمه جونه. راست بگو امشب بعد طوری به پرپای ما پیچیدی. چه نقشه کشیده ای؟ الان چیزیش نیست. فقط در اثر تصادف ترسیده. از اینجا ببرینش. نجاتش بدین. جونش در خطره. خواهش میکنم ببرین. ماشین من خراب شده. روشن نمیشه. به به بو عطرش کلافم شد. نگاه کن پسر در و بار سوار کرده. رتبه بریم پیک. مگه شما کسو کار ندارین ملت؟ یعنی چه جون شما؟ یه این که میگم ماشین روشن نمیشه. باید چطور شد با یه استار راه افتاد؟ اشنی رتبه این آبداری را اینجور قاتل کرده. یکی بهشون بگه کار خودتونه. کادون که از خودتونه. یه بریم تو فوزولیات جون شما. آبجی چشاتو باز کن. لعنت توانش شدیم نه ترس فلک کج مدارم نمیذارم با چپ نگاه کنه. مرگ من چشاتو وا کن. نگاه کن آبجی اپل کتم خراب شد. خونت کجاست؟ کجا باید برسونمه؟ دو حرف بزن. سرتو بالا کن. واه جا فوزون تو این شهر زیاد شده. چشاتونو درویش کنه. هن 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 دونه. خوشو آفیس دارتو بلند کن. نزا خلق الله خیال بد کنن. ما تو این شهر کلی آبرو داریم. با این کارت سکه پولمو نکن. نشکن اونوری. باز اومد طرف من. ولوش اونوار. این چجور رانندگیه؟ مگه مستین؟ حرف زیادی نزن. دختر رو بفرست بیاد تو ماشین ما. نفهمیدم. واسه چی؟ واسه اینکه دک و دنداتو سالم بسون. آره نه بابا دیگه دک و دندات رو دک و دندات من رو بذاری بذاری لش کنه. آخه نمیشه. چرا نمیشه؟ جوشی سرمرد خالی بیاین بچه ها الان پلیس میاد. پاشون به هر ماستی نمیدونم آدم راه خودشو بره و نون خودشو بخوره. والا جون شما چه کله پا شده. خدا بگم چی کارت کنه دختر. همه این درد سر رو تو واسه ما درست کردی. نکنه مرده باشی و کار دست ما بدی. ببینم او نه قلبش داره طالب طلب میکنه. اینم دخل امشبمون. حالا تکلیفمون با این هیکل مچله شده چیه؟ نه خونه‌شو بلدیم نه حتی میدونیم اسمش چیه. اگه که سر برسه و بپرسه کی این دختره رو به این روز انداخته باز چی جوابشو بدم؟ چی بگم؟ هیچ سر در نمیارم. مصابت شکر امین خان چی شده؟ خفه کردی؟ نه آقا کمال معطل شرکم حسین دیزل هستم. بیاد کلید ماشین رو بگیره بره دنبال. خیال نمی کنم نومزد بازی به حسین آقا شرکت فرصت کار کردن بده. خوش باشی شبت بخیر. مال تو هم بخیر. ای وای خاک آدم امیر خان اومد. با بایدی شانس امیر خان آدم هم انقدر بی موقع میاد خونه. نفهمیدم بوق سگ واسه خونه اومدم بازم بی موقع است. باید بالا خونه اومدم. تيجي بختي بتسد تقتي بختي أنا كنت خيوس خن أسيتلا بنو مدام واش كار درام اگه بخوای نصیحت بکنی یا بزن واسستون نه یه کار جدی دارم کتو بوشالا واسه چی؟ باز بریم پایین کارت دارم اگه میخوای دعوا مواد را بندازی چه کت بپوشم بالا بشه میگم خودتو بپوش یه چیزی تو ماشینه که باید با چی اه؟ خودت میبینی میفهمی ببینم مصطفی شهریار داشتی هندوی خبیزه خریده نه حسین دیزل موضوع یه جوریه که احتیاج به کمک دارم تو باید امشب رفاقتو در حق من تموم کنی حسین دیزل تا پای جون واسه تو وایستاده ببینم از قزوین یه صندوق باشه نه بابا شش بیبریم سر صدا نکن مردم بیدار میشن خودتو برده بیا من اومدم خفقون گرفتم یواش بابا بیا اومدم سکوتم بیا در یه صندوق واکن ببینم چیا بایده تو صندوق نی جلوی ماشینه جلوی ماشین مثل 100 دفعه گفتم رو صندلی بایی نداخت سر صدا نکن همسایه ها بیدار بشن خدا نکرده قاچاقو بایده میگم ساکت بیا ببینش دیگه اینه آره نداداش منستم کجا داری میری؟ به کمک کن ببرش با تو دختگه یه کشتی ندادش دایی اصلا که حسن دیزل نترسونم نمرده فقط بیهوش شده چه بیهوش شده؟ بابا چشم مایوشن دست کشم میخوان دختگه یه بیهوش کردی آبادی ببری بالا تو چی؟ با یه کلا با غیرتت آشنا با اون مجدونه گوش بره به این چی میکنم حسین من فکر میکردم اقلا تو حرفا باور میکنی اگه نونو نمک باید نخویده بودم همین الان شطلق میکوبیدم بخه گوشت که بلقتشت بپره مجد حساب یوننده باید حافظ جون و مال و ناموس مردم باشه مسخره‌ات شد حسین دیزل بابا من نه اسم این دخترانه میدونم نه میشناسمش چه ابوالبشریه نمیدونم چرا به این حال روز افتاده ماشین کجو که نیست که از دستمون افتاده باشه اون تو ببین جونم تو کمک کن ببرمش بالا کسی نبینه من همه چیزو واسهت میگم تو یه هچلی گیر افتادم که باز کمکم کنی ازت خواهش میکنم باز از کن خواستم کمکت بکنم چجوری میبریمشون بالا اگه کسی ببینه چی باز یه جوری ببریمش که اگه کسی دید بو نبره چجوری آخه این کلاره میذاری سرش کتا میکنی برنش بالا کمک کن دیگه چیه اینقدر تو کوچه حرف میزنن ها فهمیدم وای پول حلا گلاب به ادا گلاب بده یکی از رفقاشون پاتیل شده با این بینی جوغش از پشت ماره بسا که چی؟ آبرو مبیده اینکو ببرش تو موضوعش نیفته که یواش پرده نخولی به نرده تو شد بسه بپکنه پاییدم این واسلق لرزونک حالا تکلیف ما با این جنازه چیه؟ قانون نمرده نفس میکشه آره اما هیچ معلوم نیست ممکنه نفس کشیدن یادش یفته باشه نفهمیدم واسه چی حسین دیزه؟ واسه اینکه مسموم شده؟ از کجا میدونی؟ پس اینکه میدونم ما 6 تا 10 تایی بودیم 2 سرم راننده یا دکتر این چیزاره دیگه یک خود میفهمیم حقش نبود دختره به این جوونی رو مسموم کنی حالا اگه تایی بشه جوابشو چی میده؟ من معصومش نکردم اینو یه نفر همینطوری انداخت تو ماشین ما گفتش نجاتش بده تو میری راست میگم بله منم حیفتو باور کنم آره یعنی من انقدر حالو هستم آره یعنی نه اما راست میگم باور کن تو نمیری راست میگم والله تو یکی دیگه باز حرفا باور کنی خب اگه راست میگی چه نبایدیش مریض خونه ترسیدم کار رو دستم بذاره اگه ببیگه چی؟ خدا نکنه نفوس بعد نزن پسر همون مگه خدا به فریادت برسه وگرنه توی هچه‌ای گرفتار شدی که چی بگم آخه کجا داری میری میرم اقلا یه دکتری بگم بیارم نه بابا بدتر میشه اگه دکتر بپرسه چرا اینطوری شده چه نسبتی به ما داره اسمش چیه هیچ جوابی نداریم که بده اما همین که این نمیشه نگاش کرد تا نفس بره خدا کنه که نمیره آره خدا کنه نمیره ببینم حسین تو گفتی شاید عطار بودی 2 سالم روننده یه دکتر بودی یه چیزی عقلت باید برسه که اینجور وقتا چی کار باز کرد آخه چی بگم پنجره یه باز کن اقلا راحت نفس بکشه دکتر پنجره بسه یه پیشنهاد دیگه میخوای پیانش دهیم که خنک بشه ها ببینم من اونو لختش کنم یا تو من آخه نامهره من پسر من که همچه هم سیغه معیم یه بافتتون بخونم کشت هم بده کشو پیانیشه بکش باید بایا نه حالا میگه خوب میشه؟ آره چون ما با هم یه فقیم ثبت و محقبیزی تم ازت نمیگیم و با اجازت مایی خط میشه کجا مرخص میشه؟ داره مایی داداش خیط بکش رسم رفاقت اینه توی همچین موقعیتی ما رو تانه بذاری یه اسم یه فاقتی نیست اما نمکی باید منتظر یه چاکره اگه بیشترگی کنم ممکنه بیاد پایین اون وقتی که دیگه خیلی بیای و باقالی باید کن اول خیزخون همه اهل محی فهمیدن حسابی هم گندش در میاد من یفتم زیاغ نمکی کجا دیگه ای تلا؟ دیگه دیر وقته بذار بخواب کجاش دیر وقته؟ هنوز اول شبه نه بذار بخوابم خیلی خوابم میاد خب چی دارم اینجا پیش تو کپل الا میکنم به خاک عالم چه حرفا میزنی حسین آقا ما که هنوز با هم عروسی نکردیم مردم هزار جور حرف در میارن مردم غلط میکنن دوست که دایم قیبونتم که میام نامزد اکتتم هستم اقبازی هم حد و حدودی داره دیگه هم خودتو لوس نکن برو بگی بخواب تا صبح باشه نامزد قشنگم حالا تا صبح خواب ازدواج میبینم باشه حسین جونتو ناکن بکن امین خان چرا نایمده بخوابه یعنی ماشینو بایده امرو نوبت ما هم رفته خودش کای کنه طفل فهمیده ما که یفتاری اخلاقی داریم ما یه به حال خودمون گذاشته و یفته امین خان نه خنستش که بیده همیشه میذاشتی یه در شاید دختریه رو بایده بدستونه حتما امین خان شیک ماهیه یه پاچه آقاست آقای آقا خیلی نوبه ما رو که بیرکای هیچی نوبه خودشم بیرکای آی بس من زوبه یه چیه؟ مگه جندی دیگه هم بود؟ اسم من حسن جزدالله چیه جیغ تو شده؟ واسه اینکه خیک بی خاصیتت انداخته بودی رو پاهای من اولا داشتین خیک بی خاصیت یه پاچه خاصیته دومنده شما واسه چی اینجایی؟ سومندش لباسه یا حجیت دارم اولندش بگو ببینم واسه یه چی منو آوردی اینجا؟ دومندش واسه چی منو لخت کردی لباسامو در آوردی و ایرارو تنم کردی؟ بخیر سومندش واسه چی در روم قاط کردی؟ بخیر چهارمندش تو گابو تنه نشسته کی هستی؟ چی کاره ای؟ ها؟ یالا بگو فهمیدم حالا یکی زیادم میگی؟ نفهمیده ولی یکی زیادم میگی یکی زیادم میگم که هیچی پدر صاحب بچرم در میارم یالا حرف بزن ببینم تو کی هستی؟ دیگه واسه چی میزنه؟ میزنم پدرتم میسوزونم تا زبون صاحب بردت باز بشه تو یالا حرف بزن ببینم تو کی هستی؟ واسه چی آخه میزنی؟ واسه چی منو بیهوش کردی؟ واسه چی منو آوردی اینجا؟ واسه چی منو لخت کردی؟ میخواستی چه بلای سرم بیاری؟ یالا حرف بزن بایدار! ای هواش! برق منو گرفت بیا پایین! الان خوش میشم خدا! بایید! خدا بیا! نجات! نجات! خدا آدم بلدیم! بایدار! دیوونه شدم! ضعیفه دیوونه! آدم کشه! چی حسن اینجا چه خبرته؟ چرا دیوونه بازی داره بردی؟ بگم کن بابا آخرش منو به کشتن میدی بدونم یا آجان وی دارم بیام حسن دیزل واسه جوش آوردی آجان واسه چی؟ واسه همون جنازه ای که دیشب آوردی خونه چی؟ دختره نمیگی؟ من چی شده؟ مرده؟ کاشکی مایده بود نزده بود منو بکشد دیوونه شده حالا آروم باش انقدر سرسله نکن مردم جمع میشن بده بدونم کلانتایی کلک خوشت بیاد از آبروزی حسن تو که اینطوری نبودی بیبریم بالا خودم ساکتش کنم اگه شایگم هم بزنید دیگه با اون دیوونه زنجیری یو به یوشون نیستم یستم که نیستم از مغزت برم تا شست به پام خود خاکشی کایده بس دیگه با حوصله ندارم دیشب تا صبح موشه نزدم همش دنبال اون ناکسایی هستن که دختره رو بیخ ریش ما بستن بیا تو کلیده بگی برو دنبال کار شاید تو بتونی تلافی دیشبو در بیاری باشه نفهمیدم کای کایدن خر خویدن یابو آره ای ودلت منم میرم سراغ نمکیچینم یه عشق بکنم نمکه سلام سلام و زهر مار مگه امروز نوبت کارتون نیست؟ چرا سرتو میزنن اینجایی، پاتو میزنن اینجایی؟ مثل اینکه دیو قلوه اینجایی. قلوشنو دل قلوتو ببرن. چشم. یه خود اون تنه گندتو بده به کار، دروبرتو جمع کن تا زودتر عروسی کنیم. اینم به چشم. خدا رو شد که حال جا اومد. چه باور کنم چه نکنم توفیری نمیکنه. ولی باید باور کنی، تو معلوم جوون پاک و با غیرتی هستی. اگه من با اون حال بیهوشی تو دست اون جنایتکارا مونده بودم، معلوم نبود که بلایی به سرم آخه بودم. دختر تو با اونجور آدم ها چیکار داری دمخور میشی؟ مجبور بودم خودم رو با اونا قاطی کنم. من دنبال خواهرم میگردم، اون گرفتار چنگال بیرحم اوناست. میخوام خواهرم رو نجات بدم. خب چرا نمیری کلانتر شکایت کنی؟ میترسم همین که بفهمم پای پلیس وسط اومده خواهرم رو سربه‌نیز کنم. اونا منو با خواهر دوقلوم که شبیه منه عوضی گرفتن. من باید از این اشتباهشون استفاده کنم تا بتونم خواهرم رو نجات بدم. چی میگم والا آخه میدونی؟ ببین تو آدم صاف و صادق و راستی به نظر میای. قربون لطف شما. حاضری به من کمک کنی؟ راستش ما از کمک به حمله و مضایقه نداریم، اما از این دوز و کلکایی که تو کار شما سر در نمیارید. بهتره دور ما رو خیت بکشی. وانگهی من دیشب تا صبح موژه نزدم، الانم خورد خمیرم مرگ تو. یه آدمی به اسم تیمور نشونی خونه شده داده. باید برم ببینمش. اگه بتونم ازش چیزی در بیارم خیلی کارم رو برام میشه. بریم با امید خدا. اگه میخوای بری دنبال کار من دیگه بیام چی کار؟ آخه تو که با من باشی خیالم تخت است. هم فال هم تبوشا. برو من اومدم. زود بیا. هی خدا بنده پیوندگار. از ما حیکت از تو بیکت. بخیر. موشین مشتی مردنش نبودانه مردن و پایه اوی مفرش و چوبای گندش شده شمایه آقای بله اومد یادیدم بیم بخیر 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 دیگر کجا بیم؟ دیگر رو زهر ماخی که گنده بازم شما معدب باش بی تربیت. خانم محیطایم با کمال ادب تمنا میکنم بفرمایید با این ماشین دایبست که یاد دایبست که یکیه؟ کرایه بنده. ماشین و رانندش در بس کرایه بنده است. بفرمایید پایین. تا دیوونگیش گوی نکرده. سوایشو به این ببینم. تنگ از دایی شد هنوز تنها کاسبه نکردیم. بایو بالا جیگه لعنت خدا باید دل سیاسوخته یه شایی بفرمایید بفرمایید این هم تاکسی سوار شدن کرد نه حساب تاکسی کرد من خوش دورم نشستن کنم انتر بسر نفهمیدم این هم کجا سب شدن ای بی وفا هیچ بلون هست کجایی وفا میدم آره دیگه این گایگوها رو به رخیدم میکشی بگه من بادشو خالی کنم کجا میگن این یه جفت مهمون خارجی منو ترفرز برسونه فرودگاه فهمیدی؟ سایکای چی؟ بنده بلناج مخصوصشون هستن میبینی که جانم خیلی راحته دل خوشکوشه سابیه او شما پیری مهمان نواز خوشتی حالا کجا شو دیدن کرد مهمون روزی هست تو خونه ها حیف که خورده دیر به طور ما صحب کنیم ببینم صحب کنیم قدبای پارکی خوشی خالیشو نمیشه یه ما تو استفاده بکنیم آخه این تو حد کردم یه استفاده برد بکر چکر چشمه هستو جان گوپری گوهری اینه آخی درد و بلاتون بخوری تو کاسی سر این کام بای نوکر چای چوبانیم که یتون میشه باشو یاد کن بیاد میخوام بیم بکنیم برسم پس معطل چی هستی برو بایست نگیفه که یا چی میشه؟ خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه آره داشت که چیه حواله کنه من میگیم پوستتم میکنم بی خودی دور برندار یه کار نکو بزرن چرا رفیقت خود بشی الله الله آدم باید با چه کسایی دهم به دهم بشه قیافشو نه دور بریم حسین جون این استونا رو که من میشناسم اگه چیزی از ما نگیره چیزی ازش در نمیاد. آخه ببین چه کار کرد. سرابات بفرست. آتیش کن بریم. اصلا باید راهنمای من شاکیه. چه دستای ما برنمیاد. خانم آقا اومدن. مثلا نری چه کار میکنی؟ میگم فدایت دنیا به خدمت. شوخی سرت نمیشه. سلام آقا. اونا رو ببین. بیا بابا یا. از که نخواستم جلوی نمکی آبرو تو برم نالکی منو لاکردار همیشه باید چون مردم جو بخورم یقیل بغاری خورم شیرم بخورم همچی دیدن یاری داره من ندارم من کسی اینجا نیست؟ تیمور، آقای تیمور، آهای، کسی خونه نیست؟ نکنه منو عوضی فرستاده باشن خونه این مردم. چه خبره؟ سلام دختر خوشگله. اگه اشتباه نکنم شما باید لیلی نامزده تیمور باشید. تیمور همیشه از یه دختر خوشگل به اسم لیلی حرف میزنه. دروغم نگفته چون خیلی خوشگلی. ببینم با هم دیگه میکردی. من شنیدم که جیغ میکشیدی. نه 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 باور کنید داشتیم شوخی میکردی. عجب عجب پس شوخی میکردی. تیمورم کشتیم. پیرز غیر تیمورم شهادت داده که لیل اینطوری خیال ما از طرف لیلی خانمم راحت شد. نه احمق کشید و کلکش کند طوری که پلیس فکر خودکشی کرده. بله کشی کرده. بله ولی چی میخواین اونو از بین ببرید؟ برای اینکه اگه به دست پریافته ممکنه دهن کسی بشه باز بکنه بزنه. اون را اون شب لیلی رو برده حتما ارجواشه با همونه. باید هر طور شده پیداش کنید. چرا از خودت رو به خون آلوده کردی؟ مادر چی میگی؟ چرا این حرفو میزنی؟ من اونو نکشتم. باید حرفمو باری مادر. به تو گفتم خودتو به این لعنتی یا نزدیک نکن. گفتم خواهرتو فراموش کن. گفتم خودتو به درد سر ننداز و تو گوش نکردی. چرا حرفمو باور نمی کنی مادر؟ من اونو نکشتم، به خدا نکشتم. اون پیرزن تو رو با لیلی عوضه گرفته. ولی نشونیه که داده تمامش نشونیه توه. نشونیه همون لباسی که اون روز تنت کردی و رفتی. درسته اما من اونو نکشتم. باور کن. تو دیشب خونه نیومدی. کجا بودی؟ بد کنی. من جایی بودم که میتونم ثابت کنم و با کسی بودم که میتونه شهادت بده. مدت میده. خدایا مردم از گردم کلفتی. رفتم اگه گیرم بیافتی. ببخشید فرمایشی داشتیم؟ یه عرض مختصری دارم. مثل که ما یه دفعه دیگه همدیگه رو زیارت کردیم و حرفامون رو زدیم. آره اما حالا حرفامون جدی تره. خب بفرمایید چی میگی؟ دختره رو چیکارش کردی؟ گربه خورده. والا لقمه گنده یه ممکن تو گلوی گربه گیر کنه. بزن بریم. نفهمیدم دایی بی دعوت کجا بریم؟ گربه رو میاریم حضور پلنگ، مثل بچه آدم را بیار صدا در نیاد. چشم من بچه حرفشونویم. میگه کار تازه کار. اصلا اینجا اومدی چیکار؟ ای بی وفا، ای پر جفا، ای بی انصاف، ای ناکردار، حالا دیگه اینجا اومدم چیکار؟ گوش کن اصلا، من منتظر حسین آقا هستم، رفته کباب بخره. اینه وفای تو، اینه جفای تو. یهو پات نشستم، عمر خودم رو فدات کردم، پات سوختم و انقدری موندم. حالا حسین زلزله به رخمون میکشی. گوش بده اصلا. چرا گوش بده ایده؟ انقدر کفی هستم که میخوای سرم بزنم به کله درخت. نکن. تو یار من بودی، هم بازی من بودی، هم نفس را بودی، خودم فدایت میکردم. اینجوری بار گذاشتی رفتی که رفتی، اونت باکی، باقی پشتی بی خاصیت. اقلا میخواستی آدم از سابونه برای خودم بکشم. نفهمیدم. نفهمیدی که نفهمیدی؟ آیا باید بکنی از تو پشتای ما گرامافون میزنی بزنم در بگاه خونت کنم؟ من تو بکش نزدم. گناکه، گناکه الان بازایشو به حضرت میشونم. چی رو شایی به پای نکنم؟ اگه دریایی باشه این پستری باشه تو کبش ما بخونه دیگه پا بینم نمیتونیم یابنیم. بایدار. از چیزی منو مثلا نمیکشی بعد از یه عمر یوتیزنی زن عقدی ما رو زاغ میزنی. چی گفتی؟ نمکی رو عقد کردی؟ معلومه که عقد کردم، پس چی خیاله رسیده؟ پس چرا زودتر نگفتی؟ چون امیره حسین آقا من هیچ نمیدونستیم. حالا که نمکی زن عقدی تو شده قربش مگه نگاه چاپ بهش نندازیم. چی گفتم؟ حالا که ناوسه تو شده میشه خواهر ما. میدونه که ما به نویسه کسی نظر نداریم. خدا به هم دیگه ببخشدتون، پای هم پیر بشیم. خدای اون بزرگی هرچی بینم یاری داری من ندارم، من از کی کمترم تو قد ندارم، برم شغلت یه جو گیرش بیارم. دیدونتم باید جونم آیا جیگهیم یه دقیقه واسطه تا من یه زومه رو بیارم پن کنم راحت بشینیم و عشق کبابو بگردیم. باید قاتله، معلوم بود که قاتله. چه خبره؟ بازم داریم باید تیفز خودمونو به همین خان بیستونیم بهش بگیم که دختر قاتله. مثل که هنو ناراحتی. مطمئن باش من همه چیزو میدونم. کاش همه میفهمیدن که من پاریسی نباز فکر خودتو خراب بکنی. سر بیگناه پای دار میره اما بالای دار نمیره. خدا کنه اینطوری باشه. آخه من وقتی رفتم تو خونهشونو کشته بودم. خیلی وحشتناک بود. ده همینه. چرا فرار کردی؟ ترسیدم. بعدشم فکر کردم زودتر خواهرمو نجات بدم که نکشنش. به هر حال دلم میخواد فکرشو نکنی. ما امروز اومدیم اینجا خوش بگذرونیم. این حسین دیزل ما رو کاشت و رفت. مثلا با عجله قضاوت نکن. خواهرشم طفل معصوم بیگناهه. فقط گرفتار چنگال بیرحمه یه مش جنایتکار و آدمای قالتاق شده. اصلا چیکارش کنه؟ تو رفتی واسه چیز میز بخری چرا دست خالی برگشتی؟ یادش من یه دفعه پشتیون شدم. الانم نمکی تو ماشین نشسته. البته منم کلافم. کلافم که کلافم. بابام گوش کنه. کلم گوشه. یه راهی واسش پیدا کنه. باباجی. اگه من نتونم خواهرمو نجات بدم یک عمر دچار عذاب روحی میشم. اینقدر ناراحت نباش آبجی. من که گفتم دنبال کارتم. تو تمومش نکنم ولکنه باوله نیستم. ممنونم که حرفای منو میفهمی. چی بگم؟ من و خواهرم با هم به دنیا اومدیم. سالای اول زندگیمونو با هم بزرگ شدیم. یک ارتباط روحی نامرئی بین ما وجود داره. از اول این ارتباط روحی رو حس میکردم. هر وقت خواهرم میخندید منم خوشحال میشدم. هر وقت زمین میخورد و گریه میکرد منم احساس درد میکردم. پس این یه که درد و بدم میگن شما دوتا بوده. باز پا برنه دویدی تو حرف مردم. آخه بسه گوش کن ببین مردم چه میگن. وقتی که پدرم مرد ما دوتا خواهر از هم جدا شدیم. با اینکه فرسنگ ها از هم دور بودیم اما همون ارتباط مرموز روحی رو بین خواهرم و خودم حس میکردم. این ارتباط شبا به صورت کابوسای وحشت‌آوری به سراغ من میومد. کابوس‌هایی که اغلب منو عذاب میداد و حس میکردم برای خواهرم گرفتاری پیش اومده. به همین دلیل به تهران برگشتم که کمکش کنم، نجاتش بدم. الان حس میکنم اون هر جا هست در وضع بد و خطرناکی قرار داره. جونش در خطره. باید کمکش کنم. فکر میکنی الان کجا باشه؟ نمیدونم. تیمور همون مردی که به قتل رسید میتونست به من کمک کنه. اون میدونست خواهرم کجاست. برای همین اونو کشتم. اون از آسیابونی حرف میزد که خواهرمو پیش اون گذاشته بود. اسم یه دهی رو میآورد. اسمش چی بود؟ حرف بزن. نمیدونم اسمش چی بود. خدایا چی بود نمیدونم. بیلقون. بیلقون. تو اسم این دهو شنفتی؟ بیلقون باید کیجه دیگه. آه خیلی خب مشکل حل شد. کارا داره راستوریس میشه. فقط باید احتیاط کرد. منو ببرین اونجا. خواهش میکنم به من کمک کنی خواهرمو نجات بدم. امروز اومده اینجا کیف کنیم. هیچ خوبیت نداره اون طرف ما بریم. فردا میریم. ساعتش هم خیلی از امروز بهتره. راست میگه. الان دیگه نمیرسیم بریم. فردا میتونیم بریم اونجا یه سرگوشه آب بدیم و خواهرتو پیدا کنیم. بیچاره خواهرم. دلم خیلی شور میزنه. حتما توی یه موقعیت بدی قرار داره. فکرش هم نکن آبجی. خونه ما مثل خونه خودته. تا قیوم قیومت مخلصتم. هیچ فکرش نکن. امین خان من برم نمکی رو بیارم از این حالت پکگه بیجونش بیارم. آره برو بیارش. یمکه دنیا مال همین آدم هاست. اصلا غم و غصه به دلشون راه نمیدن. عوضش بعضی از مردم هم اینقدر بیرحم هستن که زندگی رو به کام همه تلخ میکنن. تو دنیا آدمای خوبم خیلی زیاد هستن. میفهمم. منم حس میکنم یکی از اونا رو پیدا کردم که میتونه به من دلخوشی بده، عشق بده. خدا کنه من بتونم. چطوری بگم؟ منم از سنگ نیستم که. منم دلم واسه یه مسخال شده. اما تو فعلا دل دواقش نداری. خب ناراحت نباش. حسین و نمکی میخوان تو رو خوشحال کنن. تو نواس دلشونو بشکنی. اونا خیلی با محبتن. بس دیگه. مرگ ما کوتاه میاد. خواهش میکنم. سلام. بفرمایید. خب چی فکر میکنیم؟ معتقد هستی همین دختر قاتله؟ پرونده اینطور نشون میده. نظر شما غیر از اینه؟ من هنوز هیچ نظر قطعی ندارم. اما یک دختر چطور میتونه یک قاچاقچی کهنه‌کار رو اینطور بیرحمانه به قتل برسونه؟ معلوم نیست عکس دختره رو چه کسی و چرا در اختیار مطبوعات گذاشتن. کسی که عکس رو برای مطبوعات فرستاده هنوز شناخته نشده؟ باید دلیلی داشته باشه که عکس رو برای مطبوعات فرستاده. شاید منظورش کمک به کشف جرم بوده. شاید هم منظورش منحرف کردن افکار پلیس بوده. منظورتون اینه؟ هیچ منظور خاصی ندارم، اما کسی که بخواد برای کشف جرم کمک کنه اطلاعاتش رو در اختیار پلیس میذاره. شما معتقدید این دختر قاتل نیست؟ اونو تعقیب نکنیم؟ ابداً. چنین حرفی نزدم. دختره رو باید تعقیب کنید. باید هرچه زودتر اونو پیدا کنید. اگه قاتل نباشه میتونه ما را به قاتل یا قاتلین واقعی نزدیک کنه. برای جبران بی‌لیاقتی که کردین انقدر بهانه نتراشین. دیگه این کار چه لونه حلوا خیر نمیکنن. اگه پلیس دختره رو پیدا کنه حلقه دار بیخ جلوی شما میفته. رئیس حتما پیداش میکنیم. قول میدید؟ آره قول میدیم. تا فردا صبح باید لیلی رو پیدا کنید. درو باز کنید. باز کنید. درو باز کنین، دارم دیوونه میشم، دارم میمیرم، درو باز کنین، باز کنین. خدایا چرا هیچ کس به داد من نمیرسه؟ چرا هیچ کس به فکر من نیست؟ بیچاره دختر، نمیدونم چی کار کنم. خدایا کمکش کن. راحتم کنی، راحتم کنی، از این جهنم نجاتم بدی. دو نگاه کن. آمد. آتش به جون پیرسال سرکر زندگی ما آتش زدی. ای مردم کمک کن. به دادم برسید. کمک کنید زندگی من به این رفت. خانه خراب شدم. کمک. زندگی ما آتش کشیده شد. سوخت. بیچاره شدم. ای جهنم. کمک کنید بیچاره شدم، بدبخت شدم، زندگیم آتش زد، بیچاره شدم، کمک کنید فرار کردم این رفای. ببینم تو یه دختری به اسم لیلی هره. لیلی؟ خدا مرگش بده، خدا آتشش میزنه که من به آتش کشیده بدبخت. خب الان کجا رفت؟ چه میدونم کدام جهنمی فرار کرد. چی؟ تو هستی؟ روان جوان مرگ شده هستی. من خواهر دوقلوی اونم. راست میگه کمک و خواهرشو پیدا کنیم، هر چی پول بخوای بهت میدیم. خب بگو اینم اون کجا رفت؟ چه میدونم بچه تو منو بهره. خیلی خوب آره. مسئول چی شد؟ واسه اینجا اومدم. تو ممکنه رفته باشه؟ حتما خودشو رسونده به جاده، با یه وسیله‌ای رفته شهر. نگردم هنون نایمده برگشتیم، نتونستیم یه صفایی بکنیم. آی تو رو خدا نگردم باشو قصه دیزل، حواستو ماشینه‌ای باشه که همه جلو میزنم. من خودم مواظبم. مواظب باش آبجی. چیه؟ تو که همشون خواهدی بی بیرون باز. چه سالت داری؟ این همچین های درد کنه؟ نه مگه نمیبینی؟ من بهت یاد دارم. بینم اسمتون دقیق‌تره بریم پاسگاه پلیس. این از خدا قافه راه خطا وان دیگری هر دو از دورشان جویا این مست رویا افتاده در راه پابند غم ها مهمونم آخر خدا کنه. شما همینجا باشین من ببینم مادر کجاست. خیلی خوب. اینو میگن خونم. من ببینم اگه که دم دستگاهی. مادر. اوه جون خویی. مادر. جلوی شکمی بسا بونده تا بگیر. یه خوب سنگین باش. من دیگه 20 کیلو بدنمه. بده من با تو باباش میلون بونی. مادر کجایی؟ مادرم خونه. مادر طلاق من هستی؟ بدون اینکه به کسی حرفی بزنی بیا به کاباره. یعنی چی؟ یعنی چی دیگه نداره، مثل روز روشنه. حتما یادداشت مرموز و همون جنایتکارا گذاشتن. بی انصافا، بی شرفا. آخه بی مادر علیل و بی دفاعی من چی کار دارم؟ لابد اونا گیایه بایدن. مردم علونی کجا بردنش؟ من میدونم اونا کجا. میبرمتون اونجا. اینطوری نمیشه، اگه تو رو ببینن در سر درست میکنن. صبر کنین صبر کنین، من یه نقشه دارم. به آدم کلک باید کلک داد. چه کلکی میتونی تو کارم باشه؟ برای چی دروغ بگم؟ من دیگه کارم تمومه. به این دلیل این حرف رو زدم که جوانای دیگه به روزگار سیاهی من نیفتن. اجازه میدین دستگیرشون کنیم؟ فعلا نه. باید دلایل کافی به دست بیاریم که راه فرار نداشته باشم. خانم شما حاضرین به ما کمک کنین؟ من کسی نیستم، چیزی نیستم، لیاقتی ندارم. من که دیگه آدم نیستم. نه، هنوزم میتونین آدم مفیدی باشین. میتونین به ما کمک کنین. این راقصه میتونه به ما کمک کنه. چشمتو درویش کن، وگرنه دو بندو میکنم تو سرت. آروم بشینی. دعبون ما چایتا چیه؟ من میخواید صبونه بخوریم یه دعبون دهت کباب بیاسته چای بایدم عرق نادیسته. چاش قربان، چاش قربان، اشتهاره برم. هالجایده. من باید از اون زنی که میرقصید یه حرفایی دارم. گوارسون. بله قربان. این مداته. بفرمایید. الو. اینه بره اون خانمی که میرقصید. بگشم باری کرده اصلا ها میخواد کمیل خانمو ببینید چه غلط ها این یه خاصیت دایه که هفت یا به بدن ها بکشه اولش خودتو میگوشه اجازه دارم قربان ما همین الان میرم اگه من بیابدم بهتر میتونستم دلشو به دست بیارم و ازش حد بکشم مردشو رو دلتو ببرن که سیمونی نداری خجالت نمیکشه اینجوری وارد اتاق میشی؟ نه فهمیدم چطوری باز وارد شد تو الان جلوی مردم لخت و پتی داشتی میرقصیدی حالا چطور شد یه دفعه قشی شدی یا جیغ زدی؟ آخه تو اتاق یه خانم اینجوری میان آدم حسابی ولی باز ببخشین نمیدونستیم وقتی وارد میشیم باز اهن بگیم ما که اجازه کتبی گرفتیم اجازه کتبی؟ از کی؟ آیا بنده خدا منو میخواستی ببینی؟ آره خب دیدی؟ آره سیر شدی؟ خیر حالا تشریفتونو ببرین چون بعد لباسمو عوض کنم چرا انقدر شلوغش میکنه؟ من شهر فرنگ هستی که نزدیک تماشات کنم پس چه فرمایشی داشتید آقا؟ عرض شود خانم حضور انورتون من واسه یه کار خیلی 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 جدی خدمت رسیدم اما ماشاءالله شما مولد نمیدونم حرفشو بزنه آقا حتما با ما کار دارن ببریدش اشتباهی اومده آره چطور آقای گریگوری بازم که شما خودتون رو آفتابی کردین شاید باشید سامی جمال اگه اتفاقی افتاد دیری دارم این دفعه میخوایم دوستانه حرف بزنیم دوستانه خدا کنه بفهمید شما بفهم آقا گواهش زه بهار چیه دیگه ما باشه واسه بعد اجالت هم واسه اون مهمون اومد باید ازشون پذیرایی کن تو لباس عوض کن منتظر من نباش برو شامتو بخور بکشید دستتونو شانه لشا غلط ها یا چلا نیالا دستی نکش میو تیوی مطرف خوب دوش بده جوان اگه نمیخوای جنازه از اینجا بیرون برم باید با من را بیایی یه جوری داری من زهر ترک میکنی میترسم اصلا نتونم راه برم و اگه یه خوردم رو زیاد کنی اون قلمای فاتو میشکنم که اصلا نتونی از اینجا خب بعد از این همه تعارف بفرمی چی میخوام دختره رو هیچ نفهمم کدوم دختره رو برو پیرزنه رو بیار خودتو به نفهمی نزن اینجا رو چجوری اختراع کردی؟ دختر این پیرزن رو میگه راستی خجالت نمیکشی چند تا مرد لنده و ریزدن علی رو بی‌دفاع رو به این روز انداختیم فهم اگه زبونتو باز نکنی روزگارت بدتر از این میشه یواشتر ما خیال میکردم با 4 تا آدم اصلاحی طرفم اما اشتباهی فکر میکردم عوضی ها قیافتم خیلی غلط اندازه امیرخان دیر کردی سلام خیلی ناراحت شدی ناراحت نباش امیرخان گویبه نیست که دنبه بخورتش اصلا میفهمی چی داری میگی؟ راست میگم دیگه میترسم بلایی سرش بیارم من بلایی به سرت بیارم که شیرین زبونیت یادت بره اینقدر جوش نیا رادیاتت سوراخ میشه ببینم میگی دختره کجاست یا نه نه یعنی چه من فارسی سرت نمیشه تا من پرسیدم میدونی دختره کجاست منم گفتم یوخ یعنی نه سرت به تنت زیادی میکنه تو پاچ داری من کار بزنیدش خرکی باشم تو چیکار داری نه دست مادر سالار مردم اینجاست هیچ دارد نباش تو بی خودی انقدر تو هم یه چیزی بخوای فعلا اینو بخور نمکیر بشه یه شب اومدیم صفا کنیم تو هم یه گیاس بزن دیگه شما ها اصلا به فکر امیرخان نیستین که چرا اینقدر دیر کرده باشه یه کاری بکن هیچ کاری از این که خودم رو یوشن کنم بهتر نیست و سلامته یوشن این هم واسه خودشته دیگه بیشتر از این نمیتونم صبر کنم برم ببینم چه بلایی به سر امیرخان اومده بیا بابا بیا لاشش بندازیم توی یکی از این صندوقا. با اجدستی که باید هم بشه بفرستیم بره تو بیابون. آدم کشو! دانیو! خفه شو! خفه بشی مرد، چقدر میلنبونی؟ پاشو ببین امیرخان و رویا کجا رفتن؟ چی به سرشون اومده؟ ها؟ تو دیگه کی هستی؟ چی میگی بچه عرب؟ چرا داد میزنی؟ چه زبون دراز؟ چرا شلوغ میکنی؟ واسه کی اومدی اینجا آقا پسر؟ واسه اینکه این آقا پسر یه خانم دختره. چی؟ تو هستی لیلی؟ برای چی اومدی اینجا؟ مگه نگفته بودم این طرف آفتابی نوشی؟ چاره‌ای نداشتم. به نظرم چنگیز مادرمو دزدیده. اگه خودتم ببینی نفلت میکنه. یه جوونی نیم ساعت پیش اومد تو اتاق تو، نفهمیدی کجا رفت؟ اونو تو فرستاده بودی مگه نه؟ آره؟ چنگیز دستگیرش کرد، بردارش توی پارکینگ. بذارینش توی وانت بپرسیم بره. یالا زود باش. دیگه نباید وقتو تلف کرد. هرچه زودتر ببرینش توی بیابون، سربریزش کنیم. تو پس خواهر دوقلوی لیلی هستی؟ آره، من حتما باید برم تو پارکینگ. داری با پای خودت بهت مرگ میری. مثل اینکه تو متوجه نیستی. من باید خواهرمو نجات بدم، باید مادرمو نجات بدم. سر میز ما هستن تو سال. مردی چاق با اون خانمه؟ آره جونم. از دوستا هستن، اگه من دیر اومدم اونا رو خبر کنم. بهتره که مرد. پاشو ببین چه بلایی سر دختر اومده. بابا تو هم که همش نق میزنی. آخه دلم شور میزنه. لیلی خانم شمایی؟ بله. خیلی خوب بابا شدم. دوباره دیگه. حالا خوب. تویی؟ این چه ایختیه واس خودت دویاز کنی؟ بخیر چه خیر سگوندی. تا چشماتو با دستم در نیاوردم زود گورتو گم کن. برو پی کارت. بازم که تو باید دیوونه شو. برو بابا حالو. حسین آقا! ایوه حسین آقا! لیلی جون تو هستی؟ خدای امشب چه خبر شده؟ چرا آمدی اینجا؟ ولم کن جمیله، میخوام حسابمو با چنگیز یه سره کنم. ولی چنگیز تو رو میکشه. این مدت هاست که منو کشته. توی آسمونا دنبالت میگشتم، روی زمین پیدات کردم. این چه سر ریختیه برای خودت درست کردی؟ مادرم کجاست؟ این شرما! عصبانی نشو مامانی، مادرت جاش خیلی راحت. ولم کن! منتظر تو؟ گفتم ولم کن! اینم مادرت. مادر! 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 تو رو خیلی اذیتت کردم. دخترم ای بیرحم و بی‌وجدانا، این مردونگیه که این پیرزن آوردین اینجا. خجالت نمیکشین؟ شرم نمیکنین؟ تعجب میکنم لیلی، مثل اینکه تازه با ما آشنا شدی. خیال میکردم منو بیشتر از این شناخته باشی. دخترم این حرفا برای اینجور آدما مثل آهن سرد کوبیدم. یه مرد جوان برای نجات تو قبل از من اومده بود اینجا، اونو ندیدی؟ الهی مادرش بمت، این بی‌رحمه اونو. حتی اگر راست بگی و خواهر لیلی باشی، بازم باید کشته بشی. جانی، از فطرت میشرم. صدایشو ببرید! نه! دخترمو نجاتش بدید! صدای این پیرزنم ببرید! نه! صبر کنید! خواهر؟ اونی که میخواین بکشین منم. به اونا چی کار داریم؟ کسی که برای شما خطر داره من هستم. من! اونا را آزاد بذارین برن. من در اختیار شما هستم. نه خواهر، نه، ما اومدیم تو رو نجات بدیم. زحمت بی خودی کشیدی خواهر، زندگی خودتو بیهوده به خطر انداختی. مادر، تو منو ببخش، من دختر بدی بودم، منو ببخش مادر، خواهر بدیم بودم. بذارین مکافات بدیامو خودم بکشم، بذارین کفاره گناهامو خودم بدم. من از همون وقتی که قدم از زندگی آروم خودم این طرف گذاشتم و به محیط این کثافتا نزدیک شدم و خودمو به زبال دنیا انداختم، روح خودمو به شیطان تسلیم کردم. خودم حالا نفستو میبرم که روحت کاملا آروم بگیره. خواهر و مادرمو فوراً آزاد کن، من در اختیار تو هستم. منو بکش، منو هر کاری میخوای بکنی با من بکن، ولی اونا رو راحت بذار. ببینم راستی خیال میکنی من چنین حماقتی میکنم؟ دو نفر که سر از کارای من در آوردن بذارم زنده توی این شهر بگردن؟ نه، میدونم تو آدم جانی و بی‌رحمی هستی، میدونم تو بویی از مروت انسانیت نبردی. خب دیگه حرف کوتاه کن. آخه اینا چه بدی به تو کردن؟ من چه بدی در حق تو کردم؟ کم از وجود من استفاده بردی؟ کم جنس قاچاق این طرف اون طرف برای تو بردم؟ منم تا وقتی که به درد بخور بودی با تو کار داشتم، اما حالا دیگه به درد من نمیخوری. پس تیمور چی؟ اون که معتاد نبود، اون که هنوز میتونست برای تو کار کنه، اونو چرا کشتی؟ برای اینکه خیال کرده بود میتونست سر منو کلاه بذاره. احمق، عاشق تو شده بود. جانی، آدم کش، توف بر تو! چرا واسدین؟ نفسشونو ببرید! گوش بده، دوستای شما توی چله افتادن، زود برین پلیس رو خبر کنید. پلیس برای چی؟ خودم از چله درشون میارم. چله کجا؟ ساکت! ای نامرد! نمیذارم زنده از اینجا بیرون برید. شما دوتا بیاین کنار تنل نشا تا حساب اینا رو برسم. این حرکت! این حرکت! حالا بیا و درستش کن. آقایون، این همون دختر قاتلیه که تیمور رو کشته، همون که روزنامه ها عکسش چاپ کردن. ای ناکس نیالوتی، لابد ایشون همون کسی هستن که عکسو در اختیار روزنامه ها گذاشتن. بله، من میخواستم در کشف جرم کمک کرده باشم. بفرمایید. همونطور که خواسته بودین، شیطون و وادار به اعتراف کردن. تو این ضبط صوت گفته چرا تیمور رو کشته. متشکرم، نگفتم هنوزم میتونین یک انسان مفید باشین. بفرمایید، اینا با خیاب به بد. باز خودتو قاطی کردی تو. بیا جلو. یعنی بفرمایید. بفرمایید. یا خب الان نبیاد الان حالا خب حالا دیگه به من یه خورده دوا برسونین دیگه، دارم میمیرم. تو باید دیوونه شد. آقای دکتر، امیدی هست؟ برای یک معتاد همیشه امید نجات وجود داره. چه مدت بستگی میشه؟ بستگی به اراده خودش داره، حد اکثر 1 ماه. حتی یه ویوز باید خط بشه. آره با تلفن کردم پرسیدم. دوتایی پاک قاطی قاطی شدن. نه قاطی قاطی شدن سمیرم خوب روی خانم اونه بفرمید اونه ما بگیم اصلا اون نکنیم نه از بخشه اونه هر کی ما رو میخواد خودش یه قدم میذاره جلو. برو برو خواهر، تو جون منو نجات دادی، به من زندگی و سلامت بخشیدی، اقلن عشق تو برای خودت نگه دار. برو با هم خوش باشین. اگه تو نبودی معلوم نبود وزنو چطور میشد. اگه تو هم نبودی ما اصلا وزن روبرایی پیدا نمی‌کردیم. دیگه برکه حالا ببینم حتما کی ما ببینی خودتی.